قند پارسی عنوان نمایشگاه است از کارهای 4 هنرمند ایرانی، پاکستانی و هندی که در تورنتو کانادا در حال برگزاری است. آثاری که همه نشان دهنده و متأثر از وضعیت فرهنگی اجتماعی امروز این کشور هاست. نمایشگاهی که برخلاف عنوانش بیشتر از تلخی میگوید تا شیرینی. محمد تاج‌دولتی گزارش میده. قند پارسی که در گذشته در قالب شعر و ادب به بنگاله می رفت و توتیان هند را شکر شکن می کرد، این بار در قالب تابلوهای نقاشی از ایران و هند و پاکستان به تورنتو آمده، اما با محتوا و طعمی تلخ. فقر، اعتیاد، سرکوب، سانسور، تعصبات مذهبی، سنت‌های آزاردهنده، مرد سالاری و زن ستیزی. موضوعاتی که محتوای آثار امیر خشایار قاسمی و زهرا یزدانی، هنرمندان ایرانی، صفوان سبزواری هنرمند پاکستانی و سومانترا مخرجی نقاش هندی است. One thing that I've learned while putting this whole exhibition to this organization together is that چیزی که زبان ترتیب دادن این نمایشگاه یاد گرفتم این بود که فرهنگ زنده است و فرهنگ بسیار غنی و پرتحرک ایرانی زمانهای طولانی تداوم داشته. نمایش و دیدن آثار هنرمندانی که در طی سالها خلاقیت‌های هنری داشتند برای جلب توجه مردمی که برای رسیدن به آزادی مبارزه می‌کنند و می‌خواهند تلاش‌هایشان دیده شود و حرفشان شنیده شود بسیار مهم است. مفاهیم گوناگون و قوانین و محدودیت‌های بیشمار جرم و گناه در رابطه با بدن زن محور اصلی آثار زهرا یزدانی است. فقر و اعتیاد و سانسور بیشتر در آثار امیر خشایار قاسمی مشاهده میشه و تعصبات مذهبی و سنت‌های منسوخ شده، جلوه‌های مرد سالاری و زن ستیزی بیشتر در آثار هنرمندان پاکستانی و هندی. محمد تاج‌دولتی، ایران اینترنشنال.